سلام خدمت شما همراهان گرامی چنل 7 TV. امروز در خدمت شما هستیم با معرفی انواع چادرهای مسافرتی. ویدیو بسیار جالب و به درد بخوریه. اگه خوشتون اومد لایک کنید و برای اطلاع از برنامه‌های آینده ما چنل رو سابسکرایب کنید. با من حسین موسوی از چنل 7 TV همراه باشید. خانواده ها معمولاً برای سفر یه روزه و یا پیکنیک توی طبیعت به چادر احتیاج دارن. شما میتونید همیشه انواع چادر مسافرتی رو انتخاب کنید و حتی چند شب رو توی طبیعت دوست داشتنی و یا هر جای دیگه که دوست دارید کمپ بزنید. چادر ساده. یه زمانی همه چادرها این شکلی بودن. سقف اونا به شکل یه خط از دو طرف چادر کشیده میشدن. این چادرها به طور قابل ملاحظه پایدارن و از چادرهای یه نفره تا چادر یا خیمه‌های بزرگ رو شامل میشن. اونها آسون برپا میشن و هنوز هم پناهگاه‌های عالی محسوب میشن. معایب اصلی اونها تو ارتفاع اوناست. حتی توی بزرگترین چادرها ارتفاع محدودی وجود داره. مهم نیست که فقط از چادر برای خواب استفاده میکنید. اگه شما نتونید داخل اون راه برید، این موضوع از ایدئال بودن چادر برای اقامت کم میکنه. چادرهای گنبدی. چادرهای گنبدی یکی از مرسومترین چادرها برای زمانهایی که زیاد پیاده روی ندارید. اونها توسط میله هایی به حالت گنبد در میان و بالای چادر رو در بر میگیرن. دو میله انعطاف پذیر تو وسط چادر به یه گنبد شش گوشه تبدیل میشه. طرفها بیشتر عمودی هن. بنابراین حجم کلی چادر بهتره. پایداری تو مدل های کوچیکتر خوبه، اما برخلاف چادرهای ساده قبلی، گنبدها میتونن با افزایش اندازه پایداری کمتری داشته باشن. چادرهای ژئودسیک. این مورد از انواع چادر مسافرتی به نام چادر ژئودسیک که یه اصطلاح ریاضیه هست، اما امروزه برای توصیف یه چادر استفاده میشه که میله ها بر روی سطح عبور میکنن و توی تقاطع به شکل مثلث متصل میشن. این مورد فشار رو تو سراسر ساختار توضیح میکنه و اون رو به عنوان پایدارترین نوع چادر برای شرایط آب و هوایی شدید معرفی میکنه. اگه میخواید اورست رو صعود کنید، بهتره که با خودتون یه چادر ژئودسیک ببرید. چادرهای فوری. این چادر در میون چادرهایی که خودشون باز میشن جدیدترینه. یه چارچوب طولانی، پیچ خورده و آویزون به طور دائمی به پارچه چادر نصب شده. با چرخوندن قاب چادر به یک بسته دایره‌ای تبدیل میشه. با باز کردن بسته به راحتی این نوع چادر مسافرتی باز میشه و نیازی به سرهم کردن هیچ گونه میله‌ای نیست. در گذشته میگفتیم که این چادرها تنها توی شرایط آب و هوایی خوب کاربرد دارن، اما با پیشرفت انواع ساخت اونها برای شرایط سخت‌تر هم آماده شدن. چادرهای با دوام. با اینکه این چادرها کمیابن، اما خیلی از مردم در مورد اونها شنیدن. این چادرها یه مقداری گرونن و وزن اونها نیز سنگین‌تره. با این حال اگه شخصی رو دیدید که یکی از این چادرها رو داره، میتونید برید و از نزدیک برپا شدنش رو ببینید. با بیرون کشیدن چادر از گوشه‌ها و روشن کردن کمپرسور، چادر به طور خودکار بعد از چند دقیقه برپا میشه. چادر خیم. بهترین، شناخته شده ترین و طولانی ترین چادرهای فوری از تولید کننده خیمه که تعداد زیادی از چادرهای اون بیش از یه دهه توی بازار بوده. سیستم این مورد از انواع چادر مسافرتی بر پایه یه پیچ و مهره ساده استوار شده. این پیچ و مهره میتونه یه میله انعطاف پذیر رو مستقیما نگه داره و یا خم کنه. اسکلت چادر به طور دائم به پارچه متصل شده و قرار دادن چادر به اندازه‌ای ساده است که تنها اون رو از کیسه خودش بیرون میاری و اجازه میدی میله ها به سمت راست برن. بعد از اون با چند حرکت ساده چادر برپا میشه. چادر تونلی. چادرهای گنبدی رو نمیشه جادارترین چادرها نامید. به همین منظور چادر تونلی درست شده. توی این چادر میله ها به طور موازی و به شکل یه تونل کنار همدیگه قرار گرفتن که با برپا شدن شبیه به یه تونل میشه. این مورد توی اندازه و سبکهای بسیار زیادی وجود داره و برای سفرهای خانوادگی بسیار مناسبه. چادر ویساویس. وقتی که گنبد و تونل شروع به رشد کردن، طراحان چادر اتاق‌های اضافی رو به ساختار اصلی اضافه کردن. این روند توی فرانسه آغاز شده که بخش بزرگی از چادر توی وسط اون قرار داره و اتاق‌های جانبی از هر طرف به دو فضای خواب میرسن. چادر پاد. خیلی از چادرهای مسافرتی بزرگ امروزی به این سبکن. اونا یه بخش مرکزی دارن و چند بخشی که شبیه به اتاق به این مرکز وصل شدن. خانواده ها به این چادرها خیلی علاقه نشون میدن. بچه ها میتونن اتاق خودشونو داشته باشن و شخصی سازی این چادر به خوبی انجام شده. البته این چادر معایب دیگه ای هم داره. این موضوع که اونها فضای زیادی میخوان کمی شاید به ضرر صاحب چادر باشه.
خیلی از مناطق مجاز کمپینگ برای این وسعت از شما پول بیشتری میگیرن و برخی از اونها شاید اجازه کمپ بهتون ندن. همچنین سنگینی این چادرها کمی دردسرسازه. چادر قابی. این میله های انعطاف پذیر هنوز هم تو بسیاری از چادرها کاربرد دارن و بین طراحا محبوبن. اونا از یه چارچوب محکم از میله های مستقیم و معمولا فولاد با مواصل زاویه دار استفاده میکنن و هنوز هم میتونن فضای خوبی به همراه پایداری به فردی که میخواد کمپینگ کنه ارائه بدن. در پایان میخوام یه سوال ازتون بپرسم. شما از چه نوع چادری استفاده میکنید؟ حتما نظرات خودتون رو در رابطه با این ویدیو برای ما ارسال کنید. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید.